به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، آدم فروشان، قاچاق فروشان، خانم فروشان، بی همه چیزان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران تشتکی، به ریاست بونقلتون، فکولی های دور تا دور دنیا، استاد دانشگاه، استاد کرسی، کرسی بالا کرسی، وطن فروشان. اون وقتا هم گفتن هر لحظه به نقشی رخ بت عیار در آید، یه روز مجاهد میشن، یه روز به پول کجا بدن همون کار میکنن، کنفدراسیونی میشن، اسلامی میشن، شاهی میشن، دنبال اسکناسه، براش فرق نمیکنه. نه معلم بود نه دانشمند، چار پایی بر او کتابی چند. یکی که با این همه درس خوندن نوکری دزدان رو میکنه، کاسلیسی دزدان رو میکنه، دم برای دزدان تکون میده به خاطر یه استخون. من میدونم شاید خیلی ارزش داشته باشه، خیلی این مسئله ارزش داشته باشه، نمیدونم، من نمیفهممشون. در کشوری که ما توش زندگی میکردیم، امروز به نام حکومت دینی یک موش دزد براش حکومت میکنند. این دزدان وسیله ای دارن که با اون وسیله میتونن هر نوع دزدی رو شرعی بکنند. شرع مقدس اجازه هر نوع دزدی داده، پس بنابراین برای این کار باید شرع رو نگه دارند و پایه های اسلام نیاب محمدی رو تو زمین فرو کنند. اون وقت میتونن طویله های دزد داشته باشند، طویله در طویله، طویله خبرگان، طویله تشخیص، طویله اون یاروها که اسمشون چیه که اون رهبر دوزه رو انتخاب میکنن، که رهبر دوزم اونا رو انتخاب میکنه، دلبر جانان من برده دل و جان من، طویله شوروا، ریش در ریش، عمامه در عمامه، قوه قضایی دوز، همش آخوند دوز 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 دوز، هرکی هم امامه سرش نیه ریش داره که دزدی بکنه، ریش پروانه دزدیه. تا ریش نذاری دزدی شرعی نمیتونی بکنی، اگه ریش نذاری دزدی کنی میبرن زندان. قوه قضایی، قوه مجریه، قوه دزدیه، خریدار داره این حرفا. صلوات بفرستین، برید سینه بزنید، زنجیر بزنید، چهار دست و پا را برید، گل بزنید. امام حسین کشته شده که 1300 سال 350 سال پیش، کجا؟ کربلا. یا آقایی میگفتش که وقتی یزید به حاکم مدینه نوشت یا از حسین برای من بیعت میگیری یا سرشو برای من میفرستی، حسین از مدینه در رفت و ماه ذی‌الحجه بود. بعد با این همه با کاروان زن بچه روزی سه دفعه باید باعث هی نماز بخونه، اگه میخوند، نمیدونم امام حسین نماز میخوند یا نه،
به کدوم طرف میخوند؟ به طرف خورشید میخوند یا به طرف ماه؟ چه جوری ظرف 3 هفته 2500 کیلومتر رو پیاده رفت؟ روزی چند کیلومتر میرفت؟ کی جرأت سوال داره؟ امام حسینه. ملائکه ها میمدن میذاشتن رو شونهشون میبردن. اصلا کی حساب و کتاب میکنه؟ تو کتاب مقدس وقتی مینویسه حساب و کتاب نمیخواد. اون آقایی که از من خواسته بود که نپیچونمش، بالاخره خدا هست یا خدا نیست؟ آخه جوون عزیز، دوست گرامی، چه فرقی میکنه من چی بگم؟ نمیخوای یه روز خودت بفهمی که خدا هست یا خدا نیست؟ حتما من باید بگم. عادت کردین یکی بزنه تو سرمون بگه اینی که من میگم قبول کن؟ حالا یه نفر اومده میگه آقا خودت برو بخون، تحقیق کن، هر تصمیمی گرفتی خودت بگیر. نه نمیشه، ما عادت کردیم به تو سری خوری. ما 1400 سال تو سرمون زدن. یا الله طبقه هشتم، یا الله طبقه هفتم. ما فقط یا الله رو میشناسیم. اون سیخ داره و هوری خونه، این یکی تای چاست هنو معلوم نی، یه روزی میاد بیرون گردن همه رو میزنه. این دین عدل و داده. امام زمانش باید بیاد گردن همه رو بزنه. اینم یه امام زمانیه دیگه. حالا باز اگه بگم تو عربا وقتی امام زمانم میسازن خونخوار میسازن، باز رفیق خوزستانمون زنگ میزنه آقا به عربا بد گفتی. گرفتاری دارم. مردم عمقی نگاه نمی کنند. اصلا کسی نمیگه که امام زمان تای چا، دو تا چا، از اینجا میدوه این بر، از اینجا میدوه این بر. اینا رو کسی سوال نمی کنه. اما اگه من بگم عربا ظلم کردن، آقا من عربی حرف میزنم، نگو. در فرهنگ تازی بذارید این مقدمه رو رد کنم و بعد برم این فرهنگ تازی رو به شما بگم. فرهنگ تازی با فرهنگ ما چه فرقی داره؟ اون جمله معروف آخونده که تای چا میره هرچی گیرش میاد میخوره، و درود بر همه شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خائنین به ملک و ملت ایران. اینا رو باید بگم تا از مقدمه بیام بیرون برم سر حرفام. قبل از اینکه اینو باز کنم، دیروز برای اجرای برنامه مجبور بودم دو تا قرص قوی بخورم. یه خورده رفتم نگاه کردم که پرت و پلا نگفته باشم، دیدم گفتم. شعر خیام میگه می نوش باز یادم می نوش چه دارم چی کن ما بس می نوش به روزگار کین ماه بسی، از قره به سلخ آید، از سلخ به قره آید، از قره به سلخ. قره روز اول ماهه، قره شعبان یعنی روز اول ماه شعبان. من دیروز پرت پلا گفتم. سلخ سلخ شب 14. حرف اینه که می نوش که بعد از من و تو ماه بسی، از سلخ به قره آید، از قره به سلخ. امیدوارم که جواب داده باشم و
این روزا یه خود اوضاعم خرابه، ولی یواش یواش می‌بینین دارم الان فکر کردم دوباره شعر یادم افتاد. در کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران، علل تاریخی عقب‌ماندگی جامعه‌های ایرانی، در صفحه 61 می‌خونیم تجلی همین تفاوت مسئله آریایی و سامیه، مسئله ایرانی و تازیه. مثال براتون بگم، نزد آریایی ها 1000 سال طول میکشه تا سوشیانس بیاد، نزد سامی ها 100 سال، نزد آریایی ها هر قرن 100 سال است، نزد سامی ها 30 سال یک قرن است. به طور کلی سامی مطلق اندیش و مطلق بین است و آریایی نسبی بین و نسبی اندیش. سامی یک بعدی است و آریایی چند بعدی. به قول نیکلسون، سامی درخت را می‌بیند و نه جنگل را، اما آریایی هم جنگل را می‌بیند و هم درخت را. بعد توضیح میده، اینا رو همه رو واسه اون دوست خوزستانیم دارم میگم، چون 2-3 میلیون جمعیت اونجا، شاید هم بیشتر، من نمیدونم، حتما 2-3 میلیون عرب زبان داریم اونجا که خودشون نمیدونن خوزستانیان، میگن ما عربیم. تجلی همین تفاوت روحی و معنوی را میتوان در ادبیات داستانی اقوام آریایی و سامی نیز مشاهده کرد. مثلا لیلی و شیرین، لیلی لیلی مجنون، شیرین خسرو شیرین. لیلی پرورده جامعه ای است که عاشق شدن و دلباختن را آغاز انحراف و فحشا می شناسد. در محیطی این چنین دشوار، یک لبخند محبت آمیز دختر گناه کبیره و یا داغ ننگی بر جبین حیثیت افراد خانواده و قبیله می تواند باشد. اما در دیار شیرین منعی برای معاشرت و مصاحبت زن و مرد نیست. پسران و دختران با هم می نشینند، با هم به گردش می روند و با هم شکار می کنند، با هم در جشن ها مهمانی ها شرکت می کنند. قیم و سرپرست شیرین زنی است از جنس خودش، آشنا با یه خود پاک شده، برم چشمم یه جوری، دلدادگی و حالات عاطفی دختران جوان. اما وضع لیلی چنین نیست، او محکوم محیط حرمسرایی تازیان و جرایمش بسیار، یکی آن که زن به دنیا آمده و چون زن است از هر اختیار و انتخابی محروم است. گناه دیگرش زیبایی و زندگی در محیطی است که به جای تربیت مردان به محکومیت زنان متوسل می شوند. برای آنکه کار عاشقی به رسوایی نکشد، لیلی را از درس و مدرسه محروم می کنند تا چشم مرد به جمالش نیفتد. در دیار لیلی حکومت مطلق با خشونت است و مردانگی به قبضه شمشیر بسته است. حتی به مراسم لطیفی چون خواستگاری هم با طبل و جنگ و تیره یا اون توبره بوده یا هم چیزی بوده می زدن. اما در فضای داستان شیرین ارزش ها به کلی متفاوت از تبیره. در دیار لیلی اثری از مدارا و مردمی نیست، همه خشونت و عقده گشایی است. در سرزمین شیرین اما مداراست و مردمی و ملاطفت و گذشت. پیامبران سامی و آریایی نیز چنینند. داستان پیامبران آریایی داستان اندیشیدن، گوشگیری، عشق ورزیدن، پنهان و ریاضت آرام و خاموش است. نمونه اش بودا، زرتشت، داستان پیامبران سامی. اما داستان خون و جهاد و قیام و کشتار و در هم کوبیدن است. نمونهش موسی و محمد. ببینید، اینا رو براتون میخونم، من از خودم زیاد حرف نمیزنم،
من این تجربه ها رو، این خونده ها رو میام با شما در میون میذارم. من اگر وقتی میگم عرب، با این فرهنگ تازی من در جنگم، با تازیانی که اومدن به ایرانی ها تجاوز کردن. شما میخواید اونا رو قاطی عربای مصر بکنید یا سوریه یا خوزستان؟ کاری من نمیتونم بکنم. اگر با گفتن این حرف ها همه چی درست میشه، هر چی شما میگید درسته، ولی من مثل اون آقایی که همش میگفتش که من نپیچون، اگه میخوای نپیچونمت برو این قرآن رو به فارسی بخون تا بفهمی خدا کیه. من دو صفحه رو آوردم برات بخونم. پروردگار شما خداوندی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید. آیه 56 سوره اعراف. پروردگار شما خداوندی است که آسمان ها و زمین را در 6 آفرید. آیه 3 سوره یونس. همان خدایی که آسمان ها و زمین و آنچه را میان این دو وجود دارد در 6 روز آفرید. سوره فرقان آیه 59. او کسی است که انسان ها و زمین را در 6 روز آفرید. سوره هود آیه 7. آیات فوق صراحتن گویای آن است که خداوند آسمان ها و زمین را در 6 روز خلق فرمود، اما مطابق با آیات زیر، همش مال قرآن ها، من با نشونی میدم خودتون برین نگاه کنید. من نگم خدا هست یا خدا نیست، خودت بری ببینی خدا محاسبات 5 و 6 و 7 و 8 بلد نیست. میخوای بری وسط حوری بیاره، برو وسط حوری بیاره. آیات فوق ها مطابق آیات زیر، بگو آیا شما به آن کس که زمین را در 2 روز آفرید کافر هستید و برای او همانند هایی قرار می دهید؟ در سوره فصلت آیه 9. سوره فصلت آیه 9. او در زمین کوههای استواری قرار داد، این سنگا رو برداشت گذاشت که باد نبره یه زمینو، و برکاتی در آن آفرید. مواد غذایی را مقدر فرمود. اینها همه در 4 روز بود، درست به اندازه نیاز تقاضا کنندگان. سوره فصلت 10. یعنی چی شد؟ 2 روز و 4 روز 6 روز. تا اینجا هیچ گرفتاری نداریم. سپس این فصلت 11 و 12 است. سپس به آفرینش آسمان پرداخت، در این هنگام آنها را به صورت 7 آسمان در 2 روز آفرید. اونجا یادش رفته گفته 6 روز آفرید، اینجا 8 روز آفرید. حساب و کتاب 2 و 4 و 6 بلد نیست این خدا. تو هر کاری میخوای بکنی بکن، از من نپرس این خدا هست یا نیست. یه جا 6 روز آفرید، یه جا 8 روز آفرید. خب حالا به مصاحبه، به محاسبه بپردازیم. 2 روز برای آفرینش زمین به اضافه 4 روز برای آفرینش برکات و 2 روز برای آفرینش آسمان ها مساویس با 8 روز، نه 6 روز. نتیجه 6 مساویس با 8. این قانون جدید تو کتاب آسمونی اونجا چاپ شده، تالاپی افتاده پایین. غلط میکنی کسی که بگه اینا اشتباه داره، سرشو میبرن. کتاب آسمانی که نمیشه ایراد گرفت، که تو آسمون چاپ شده. چه عجب آدم هایم. مشکل از کجاست؟ از معجزه محمد ابن عبدالله یا از ریاضیات؟
در آیات 11، 12 و 176 سوره نساء نیز می توانید اشتباهات مشابهی ببینید. در این آیات شریفه که در مورد نحوه تقسیم ارث است، پس از جمع سهام وراث مجموع سهام بیش از کل دارایی می شود و یعنی کسرها رو که با هم دیگه جمع بکنید از یک بیشتر میشه. مثلا من میگم من 1 تومن دارم، 40% چی این کار میکنم، 20% چی این کار میکنم، 30% چی این کار میکنم، 50% چی این کار میکنم، این 100% این یهو میبینم 125% در اومده. این محاسبات خدا بوده چون ریاضیاتش خیلی خوب بوده. وراث مجموع سهام بیش از کل دارایی می شود، یعنی مجموع کسرها بیش از یک است. در آیات نخست مجموع برابر 1.125 است و در آیه آخر برابر 1، یعنی 1.4، 1.25 می شود. آیا به اذن الله همه چیز ممکن است؟ جرأت داری ایراد بگیر، گردنتو می زنن، زوریه. آیات 11، 12 و 176 سوره نساء. آفرینش آسمان ها و زمین، کدام زودتر آفریده شده، آسمان ها یا زمین؟ میریم سراغ آیات قرآن، جواب همه اینا رو میده بهت. او خداییست که همه آنچه را از نعمت ها در زمین وجود دارد برای شما آفرید، سپس با آسمان پرداخت و آنها را به صورت 7 آسمان مرتب نمود و او به هر چیز آگاه است. آیه 29 سوره بقره. آیا آفرینش شما بعد از مرگ مشکل تر است یا آفرینش آسمان که خداوند آن را بنا نهاد؟ این سوره 27 بقره است. سقف آن را برافراشت و آن را منظم ساخت، سوره 28 بقره. شبش را تاریک و روزش را آشکار نمود، سوره 29. و زمین را بعد از آن گسترش داد، آیه 30. ببخشید اینا که براتون خوندم از آیه 27 تا 30 از سوره النازعات یا النازعات، اون بقره مال قبلی بود، سوره 29 که خوندم مال قبلی بود، چون دیدم 27 فکر کردم که، بعد دیدم دوباره اینجا 29 فهمیدم که این بقره است و من اشتباهی گفتم. چنان که در آیات بالا میبینید خداوند یک بار میفرماید که نخست زمین آفریده شد و بار دیگر حکم به تقدم آفرینش آسمان دارند. چند تبیین برای این تناقض میتوان تصور کرد. در بین این دو وحی خداوند متوجه اشتباه لپی خود گشته و در آیه بعد آن را اصلاح کرده است. به هر حال زمان زیادی از آفرینش جهان میگذرد و چه بسا خداوند چنان که میگویند دارای علم مطلق نباشد یا بر اثر کهولت سن در عقل الهی زوالی ظاهر گشته باشد. فراموش نکنیم دست کم 10 میلیارد سال، امثال زمینی ها، تو آسمون که سال نداره، از عمر شریف این الله بگذره. محمد در انتقال این دعایه وحی دچار خبط گشتند. آیات فوق توسط 2 خدای متفاوت بر محمد نازل گشته که هر یک ادعاهای متفاوتی در مورد آفرینش کائنات دارند، یا اینکه کاتبان قرآن به عللی، مثلا حواس پرتی ناشی از مشکلات خانوادگی یا مالی، در هنگام ثبت این آیات دچار اشتباه شده اند. این جواب اون دوست عزیزی که از من میخواد بهش بگم که نپیچونمش بهش بگم خدا هست، یا نپیچونمش بهش بگم خدا نیست. چرا؟ خودش نمیخواد فکر کنه، نمیخواد بخونه، پخت خوره.
یه ببینید من با یه مشت جانورهای دیگه هم سرکار دارم، مثال دارم براتون بگم. یکی تلفن میکنه یا ایمیل میفرسه، اینا که به خودت آویزون کردی و ما بگو چیه جازی ننته. اگه اون وقتا بود میگفتم، ولی الان از این حرفا نمیزنم، میگم چخه. بعد اینی که بگم یه عده میان سراغم میگن آقا به سگ ما توهین کردی. وسط زمین هوا گیر کردم، نمیدونم. ما یه ملت عجیب و غریب هستیم، از یه جای دیگه به یه جای دیگه. جواب ببینید، اختلاف پتانسیل، اختلاف مغز، اختلاف سواد خیلی زیاده. من دیروزی شعر خوندم، بعد خودم یه برنامه که تموم شد دیدم قره و سلخ و من اشتباهی گفتم. آقا چی تو ممکنی این همه بیننده من دارم، این بیننده ها میفهمن، ولی خب اگه من نمیفهمیدم، خب نمیفهمیدم، همینجوری میگفتم. بعدش هم فرداش هم میمدم هر کی هم میگفت، میگفتم نه تو نمیفهمی، من همون غلط ها که گفتم درسته. توی زمانی که ما داریم زندگی میکنیم، این مسئله فرهنگ تازی که من براتون گفتم، این فرهنگ تازی امروز هم هست. شما ببینید نوع حرف زدنه، بعد عربی بدونید. لبنانی ها خیلی قشنگ عربی حرف میزنن، مصری ها خیلی قشنگ عربی حرف میزنن. مثال بگم براتون، چون خیلی ماها ترکی میدونیم در ایران، لهجه ترکیه فرض کنید اردبیل با لهجه ترکیه استانبولی انقدر تفاوت داره که اون وقت آدم میگه این دوتا زبون یکی نیست. شما اگر تازیان همین امروز عربستانو برید باشون حرف بزنید، ملایم حرف نمیزنن، دعوا داره، جنگ داره. در حالی که تو مصر وقتی برید عربی رو اومدن عربی رو درستش کردن، یه جور دیگه حرف میزنن. فکر کنید مثل زبون فرانسه و آلمانی، تو زبون فرانسه خشونت نداره، تو زبون آلمانی خشونت داره. شما تو بلژیک، بلژیک یه دونه کشوره، یه مقدارش فرانسه حرف میزنه که خود فرانسوی ها اون فرانسوی قبول ندارن، یه قسمتش فلاماندر حرف میزنه. این دوتا به کل با هم فرق میکنه، اصلا نوع گفتارشون فرق میکنه. این اثر میذاره، این فرهنگ تازی و پارسی و آریایی رو که من سعی کردم بگم یه چیزی شبیه اینه. ولی خب روی این کلاس به این بزرگی این بحث های مقداری برای خیلی ها زیاده، برای خیلی ها حرف های تکراریه. پس به من اجازه بدید من همین راهی رو که دارم میرم برم. آقای زنگ زده بود و میگفت 2000 ساله این آخوندیزم همینجور روز به روز میره بالا. گفتم شما با کدوم تقویم حساب میکنید؟ با تقویم شاهنشاهی نمیتونی حساب بکنی، چون امروز روز 11 فروردینه 2568. خیلی دوست دارم همه همکاران من بیان این تقویم رو عوض کنن، به ما از یه جا باید شروع بشه. من روزی که اومدم تو این لس آنجلس، سلام و علیک و این حرفا بود، درود کسی کمتر میگفت. اگر کسی تلفن میکرد به یک گوینده رادیو یا تلویزیون، میخواست راجع به دین و مذهب صحبت کنه، طرف فوری درز میگرفت، میگفت آقا راجع به اعتقادات مردم صحبت نکن.
کاری امکان داره، میشه. من واقعا از همکاران تلویزیونیم به خصوص میخوام خواهش کنم این مسئله تاریخ رو پایش رو بیایید بذارید، میمونه، باور کنید میمونه. امروز 11 فروردین 2568 شاهنشاهیه. روی تاریخ زرتشتی نمیرم که نوشته بودم اینجا 3747، برای اینکه دینی میشه. از اون بر مال یهودی ها میشه 5768 سالی هم چیزی، مال مسیحی ها میشه 2009 سال، مال مسلمون ها بستگی با کدوم ترازو وزنش بکنی. حالا من کاری به این ندارم، تو اکثر کشورهای اسلامی تاریخ میلاد مسیح، چون با خارج کار دارن با اینا کار میکنن. شما الان ترکیه وقتی بری روز جمعه، هرچند ترکیه هم دارن به هم میریزن اینا، همینجوری که عراق رو به هم ریختن، همینجوری که ایران رو به هم ریختن، همینجوری که افغانستان رو به هم ریختن، ترکیه رو دارن به هم میریزن. با اسلام، چون با دین راحت تر از هر چیزی میشه هر جا رو به هم ریخت. این دوست ما میگفتش که 2000 سال، هر روزم میگن، هر روزم کم نمیارن. گفتم قربونت برم، اینا شما وقتی یه مغازه داری بری یه چلو کبابی وا کنی، باید بری برنج بخری، گوشت بخری، کره بخری، 4-5 تا آدم بگیری که بتونن کباب بزنن اینا و غذا رو بپزی، خوب بپزی تا بتونی مشتری داشته باشی بفروشی. یه خوردم غذات مزهش خوب نباشه ورشکستی. اینا از اونجایی که تاریخ به یاد میاره، یه چیزی دارن تو انبارشون اسمش خداست. حالا این خدا رو اسمای مختلف میذارن، یکی میذاره یهوه، یکی میذاره الله، یکی میذاره پدر آسمانی. از این وقت این دینهای اللهی اومد، دینهایی که توحیدی. حالا قبل از این زرتشت اصلا با خدایی، با یک اهورامزدایی پیدا کرده بود تو مغز خودش حرف میزد. شما میدونید همه گاتها رو اگه بخونید، هیچ وقت اهورامزدا به زرتشت چیزی نمیگه. اما اینا یه رابطه دارن. موسا رفت لای آتیشا پیدا کرد، محمد سرویس فدرال اکسپرس داشت توسط جبرئیل، عیسی ادعایی نداشت، کتابم نداشت. وقتی که مصلوب شد 100 سال بعدش اومدن کتاب نوشتن که بله عیسی اینجوری گفت، اینجوری گفت، اینجوری گفت. 250 سال بعد اینو ادغام کردن تو مذهب مهری و یه مذهبی ازش ساختن به اسم کریستیانیتی یا عیسویت، که امروز یکی از وسیع ترین دینهای دنیاست. زرنگی که کلیسا کرد، روزی که دانش اومد زد تو سر آخوند کردش توی چیز، گفت خدا محبت است. حالا شما از فردا صبح برو یه دکونی وا کن، خدا محبت است، بفروش. فکر میکنی تموم بشه؟ تا جایی نباید بری خدا بخری. اون رفیق اونم از تهران میگه که ما رو نپیچون، بگو خدا هست یا نیست، نمیدونم کجا پیداش کنم، اگه سراغ داری جایی هست یه نشونی بده منم برم پیداش کنم. اگه خدا رو از طریق این کتابا میشناسی، این کتابا سر تا پا غلط توش داره، چه تورات،
چه انجیل ها و چه قرآن. پرت و پلا تو زیاد داره. من مرض ندارم که میگم برو قرآن رو به زبونی بخون که بفهمی. به من مربوطی نیست، برای اینکه من تا میام اومدم تورات رو روخونی بکنم. آقا قیامتی کردن، آخر رفتن سراغ شجره. اون وقت توی چیز بودم، توی پارس بودم، که آقا شجره ما به همه یهودی ها میگیم به شما آگهی ندم، به این بگو تورات رو نخونه. یعنی همینجوری که قرآن رو وا میکنم میخونم، تورات رو به فارسی میخوندم. اینا نمیخوان کسی چیزی بفهمه. اینا میگن اونی که ما میگیم درسته. برای اینه که شما دوست عزیزم میگی 2000 ساله. نه، این انگل ها، این ویروس ها خیلی بیشتر از این هاست به جون مردم افتادن و خونشونو میمیکن. گیتی هم اصلا باورمندن، خریدار هست. تو اگر یه مغازه باز کنی خریدار نداشته باشی ورشکست میشی. مردم رو از ناشناخته ترسوندن که تو وقتی مردی اینجوری میشی اونجوری میشی. اون یکی میگه شب اول قبر فشار میاد، نمیدونم حیوانات وحشی مثلا انتری نجات بهت حمله میکنه. آخه چجوریه شب اول قبر همه اتفاقات میفته و اون ببخشید اون آدم احمقی که اینو گوش میده وقتی اونجا رو وازش میکنن صد دفعه دیده مرده رو چجوری چال میکنن، روش سنگ میذارن و بعد خاک میریزن. حیوانات وحشی چجوری میرن اونجا حمله میکنن؟ نمیخواد فکر کنه، میخواد بیشعور باشه. بعد توی با من بگو ما رو نپیچون عزیز من. من نمیدونم چی به شما بگم، اصلا نمیدونم چی به شما بگم، نمیدونم شما کجای کاری. من نمیتونم به تو بگم این حرفایی که من میزنم همش درسته و تو حرفای منو قبول کن و حرفای اونو قبول نکن. شماها عادت به گول خوردن کردید، عادت کردید که یک کسی بهتون درو. این یارو میر حسین موسوی، اسمش میدونین چیه؟ میر حسین موسوی خامنه، یکی از نزدیکان اون یارو علی شیرهیه. یعنی اینا همه سگ زرد برادر شغالن، فامیل نزدیکا، یعنی مثل برادر زن و خواهر زن و این حرفا توشونه. حالا اینو میخوان 8 سالم اینو بذارن سواری بگیرن. مردمم دوست دارن گول بخورن. الان یه عده را افتادن سینه میزنن واسه میر حسین موسوی. مردم ما دوست دارن گول بخورن. خب من چه کنم؟ راست میگم اون آقای مهندس، منتها اون خسته شده ول کرده، من خسته نمیشم. من انقدر میگم چون اصلا فکر اینو ندارم که حرفای من رو امروز شماها قبول بکنید، ولی این حرفها برای نسلهای آینده درس خوبیه. همونجوری که قبلن گفتند و امروز شما 23 سال علی دشتی رو مثل برگ زر میخرید، امروز شما کتابای کسروی رو میخرید. به قول فردوسی همه مرده از روزگار دراز، شد از گفت من نامشان زنده باز. میز آخان کرمانی رو بود کتاب نوشت، آدمیت اومد یک کتاب رو کتاب اون نوشت. میز فتحعلی خان آخوندزاده رو همین کار کرد، طالب و تبریزی رو همین کار کرد. اما چند تا کتاب خون اینا رو خوندن. به این دلیل من با این
با این نوع گفتاری که خودم انتخاب کردم. بعضی وقتا شما فکر میکنید من چاله میدونی حرف میزنم، اشکال نداره شما چی فکر بکنید، من مخاطبم توده مردمم. من دلم نمیخواد کسانی که حرف من میشنون فکر کنن که این حرفی که این زد معنیش چیه. ادعای سوادم ندارم، ادعای دکتر و مهندسی هم ندارم، بنابراین چیزی ازم کم نمیشه. یک شعری از آقای اسماعیل خویی یه روزی من شنیدم و همیشه دلم میخواست این شعر رو خودم به یه صورتی بخونم، با اجازه از دکتر اسماعیل خویی و با درود به ایشون. من یادمه که مثل این که با آقای مهری مصاحبه میکرد آقای خویی و این شعر رو اولین بار من اونجا شنیدم، 2-3 سال پیش بود. کام همگان باد روا، کام شما نه. به آخونده داره میگه کام همگان باد روا، کام شما نه. ایام همه خرم و ایام شما نه. زانگونه عبوسید که گویی می نوروز در جام همه ریزد و در جام شما نه. وانگونه شبندوده که با صبح بهاری شام همگان میگذرد، شام شما نه. همیشه توی سیاهی زندگی میکنید آخوندا، بدبختای بیچاره ها، همیشه تو سیاهی زندگی میکنید. بنگار که خورشید بهارانه ایران بر بام همه تابد و بر بام شما نه. ای مرگ پرستان، بپشوهیدم و دیدم هر دین به خدا ره برد، اسلام شما نه. قهقاه قهقاه بهاران به سوی خلق بشاباش، پیغام خدا آرد و پیغام شما نه. من خودم معنی این یک شعر رو نفهمیدم، بعد برم پیدا کنم. لغت بشاباش رو نمیدونم. قهقاه بهاران به سوی خلق بشاباش یا خلق بشاباش، پیغام خدا دارد و آرد و پیغام شما نه. ای جز دگر از آری انعام، ای جز دگر از آری انعام شمایان، مایان همه را ایدی و ایام، مایان همه را ایدی و انعام شما نه. از عشق و جمالی چنان دور که گویی مام همگان زن بود و مام شما نه. شما رون یا از زایده شدید، چون مامتون زن نبوده. وانسان چه قرام از دلتان که از تف دانش خام همگان پخته شود خام شما نه. این زلزله که از علم در ارکان خرافه است، خواب همه آشوبد و آرام شما نه. این صاعقه بر پرده اوهامیه، این صاعقه بر پرده اوهام جهانی زد آتش و بر پرده اوهام شما نه. وانگه به دوای خرد و عاطفه درمان، وانگه به دوای خرد و عاطفه درمان، سرسام جهان دارد و سرسام شما نه. یا سرسام جهان دارد و سرسام شما نه. سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل احکام نرون دارد و احکام شما نه. یعنی حتی نرون، آن دیوانه‌ای که شهر روم آتش زد،
یه منطقی داره، مال شماها منطق نداره. من در حق فرهنگ هنرپرور ایران اکرام عمر دیدم و اکرام شما نه. این قافله پیشرو دانش و فرهنگ از گام همه برخورد، از گام شما نه. این مام طبیعت به فراوردن انسان وام حجرش هست، ولی وام شما نه. ای معنی آمال شما را نه جز آلام، کام همگان باد روا کام شما نه. وین دین شما دین علم، زان که به تسبیح جز میم فسایند الف لام شما نه. خیلی از تای دل گفته آقای خویی، بلکه خودش خیلی بهتر از من میخونه و اگر خرابکاری دارم میکنم آقای خویی معذرت میخوام. وی جز علم البته، علم تا دیگران را سرچشمه انگیزش و الهام شما نه. شادی گوهر ماست که ما جان بهاریم، ای ملت گریه بجز انعام شما نه. یا ای ملت گریه بجز انعام شما نه. ما همچو گل از خنده خود سر به دراریم، بر کام خدا نه، بر کام خدا نه، از قبل کام شما نه. بعضی ها شمانش نمی فهمم، عذر میخوام. این گونه در این ایده رمان آهوی امید رام همه ماست، این گونه در این اید رمان آهوی امید رام همه ماست، ولی رام شما نه. ای عام شما در بدی و دد صفتی خاص، ای عام شما در بدی و دد صفتی خاص، و ای خاص شما نیکتر از عام شما نه. پوشید عبا زیرا پوشاک بشر را، اندام همه زیبد و اندام شما نه. یعنی اگه بخواین آدم بشین، اون لباس کثیف آخوندی رو باید از تنتون درارین. ای مردم ما، ای مردم ما، به جز اندیشه و دانش بیرون شدی از مهلکه دام شما نه. ای مردم ما، به جز اندیشه و دانش بیرون شدی از مهلکه دام شما نه. تا روزی که ما دانش نداشته باشیم، از این تاری که دورمون تنیده نمیتونیم خلاصی پیدا کنیم، از دست این ویروس اسلام نمیتونیم خلاصی پیدا بکنیم. فقط و فقط راهش دانشه. بس مدرسه هر سوی به سر تا سر ایران واباد، ولی مکتب اوهام شما نه. مدرسه زیادی در سر تا سر ایران باز بشه، اما در اون مدرسه های شما که توش 14 پا باید اولش را برن بسته بشه. بادا که به بازار جهان دکه هر دین واماند و دکانک اسنام شما نه. اسنام یعنی بت‌ها. ای تاب سیاست کسی اعدام نگردد، تدبیر سیاسی به جز اعدام شما نه. همه تونو باید به اون درخت ها آویزون کرد. گر بخشش خصمان خدا خواهم از خلق، نام همشان میبرم و نام شما نه. یعنی که سرانجام همه خلقان نیکو خواهم به سرانجام، و سرانجام شما نه. یعنی آخر عاقبت همه مردم رو به خوبی میخوام، به جز آخر عاقبت شما جانوران رو. ای از پس خون دل ما
نوشی جز مرگ از بحر دل خون دل آشام شما نه، بادا که به نام ایزد فردای رهایی فرجام همه باشد و فرجام شما نه. با سپاس از من فکر میکردم خیلی راحت تر از این بخونم اینو، یه دفعه دیگه باید شعر رو تمرین کنم، تلفن بزنم از آقای خویی غلطامو بپرسم و بعد بتونم بخونم. یک بار خوندم، اگر اشتباهاتی توش بود منو میبخشید. دوستان عزیز، روز 11 فروردین 2568 شاهنشاهی ایران، یعنی تاریخ بنیاد شاهنشاهی ایران، اینا بهش میگن پرشین امپایر، اولین امپراتوری جهان، و تاریخ رو از اونجا بنیاد گذاشتن که حالا 2568. اینه که اگر دوستان من همرزمان، اون کسانی که خیلی از اسلام رو نمیدونم الله و محمد و فاطمه و حسن و حسین نمیترسند، تاریخ فرهنگ ما، تاریخ روز ما، تاریخ زندگی ما، فرار یه عربی از یه شهر به یه شهر باشه، اگر دوست دارید اینو، اگه به عربا بر نمیخوره، اگر خیلی اگرهای دیگه، برید دنبالش. روزهای آخر برج، و اگرم چیزی تا حالا کمک کردید کردید، اگر نکردیدم دست شما درد نکنه، ما فعلا با هم دیگه رفیقیم تا روز که نتونیم این کار رو بکنیم. من یه مقداری توی کار خرید و فروش رو نمیدونم این حرفا نمیرم، به دلیل اینکه هنوز بر نگشتم به خودم. این رادیشنی که من کردم، پدری از من در آورد که 3-4 دفعه با اسرائیل زیر رو شدیم، یه دفعه اون اومد رو، 2-3 دفعه من رفتم رو، خلاصه طبق معمول از رو نرفتیم و اومدیم اینجا باز مزاحم شما شدیم. روزهای که در پیش داریم، پس فردا مثل این که 13 به دره در ایران، حتما یک شنبه یا شنبه آیندم 13 به در در اینجاست. من چندین سال محرومم و نمیتونم برم، زیاد این برون بر نمیرم، توی چیزها شرکت نمی کنم، سعی میکنم تا اونجا که میتونم هر روز 50 دقیقه برای شما حرف بزنم که شاید 10 دقیقهش به درد بخوره. این 10 دقیقه ها وقتی به درد بخوره و بعد پیاده بشه، اینها چیزی میشه که به درد مردم ایران میخوره، چیزی است که درباره خرده، چیزی است که به شما میگه وقتی اومدن تو این کتاب گفتن از آسمون چاپ شده افتاده، با خردت برو بخونش. ببین، نمیگم بده، نمیگم خوبه، نمیپیچونم، میگم بخونش تا روزی که خودت نفهمی. این گرفتاری همیشه هست. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.